همه بینندگان در رابطه با چهارشنبه سفید شنیدن و این یک کمپینه که خانم مسیح علی نژاد رو انداخته و خب میدونیم که به خاطر مطبوعات اجتماعی ما الان این جنبش وسیعی که از الان 40 ساله توی ایران جریان داره داریم به طور خیلی وسیع میبینیم، واضح دنیا داره میبینه که چقدر زنان مبارز ایران دارن علیه حجاب اجباری میجنگن و نه فقط زنان، مردان و حتی دخترای جوان دارن توی این شرکت میکنن. دقیقاً و این موضوعی که هر روز مردم ایران، زنان با جمهوری اسلامی رو در رو هن و هر روز میشه اتفاقات رو دید که مردم بر علیه حجاب اجباری، بر علیه قوانین ضد زن و کلیت جمهوری اسلامی در واقع دارن میجنگن و میشه اینا رو دید و لحظه های زیبایی رو به وجود میاره. یکی از این لحظه های زیبا در نتیجه کوتاه کردن موی یه دختری که تو مدرسه بوده که گفتم واش بلنده و امکان داره رئیس مدرسه رو تحریف بکنه. واقعا اسفناکه وقتی این چیزا رو میشنویم و خب ریسکایی هم وجود داره، خیلی از زنان کتک خوردن، زندانی شدن، ولی در این حال این مبارزه ادامه میده و واقعا یه چالشیه به اون برخوردی که توی غرب برای مثال میگه که حجاب یه چیزیه که رهایی بخشه و یه چیزیه که زنان انتخاب میکنن و چیزی که زنان ایران دارن نشون میدن که در اکثر مواقع نه انتخابه و نه رهایی بخشه، اتفاقا برای کنترل و سرکوب زنانه. و خب این ویدیو واقعا لذیذه، واقعا قشنگه، حتما باید اینو با هم ببینیم. و این نشون میده که رهایی زنان و جامعه ایران از مقابل جمهوری اسلامی و بر علیه حجاب اجباری و قوانین ضد زن جمهوری اسلامی. چرانه میزنم به روی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم، زنم، زنم. چون هر روز صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری، جهان شاد و بهتری. نه سنگ و سارها، نه پای جناب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری، جهان شاد و بهتری.